چهارمین سالگرد امضای برجام یا سالمرگ این توافق. سیر وقایع یک سال اخیر تا امروز 23 تیر ماه 98 گواه آن است که از این پیمان نامه بین المللی و تنها توافق علنی میان تهران و واشنگتن پس از انقلاب 57 چندان اثری نمانده. مقام های دولت به اصطلاح میانه روی تهران که گمان می کردن این توافق همیشگیست با لغو بخش گسترده از محدودیت های واشنگتن مانور قدرت دادن. شما فرض بکنید اومد 18 ماه به فرمانده شما، حالا من انقدر که شما مطمئنین به هیچ کس توی امریکا انقدر اطمینان ندارم، ولی معتقدم چاره ای نداره، نه اینکه علاقه باشه. همون جوری که گفتن خود آقای اوباما که اگه دست من بود نمیذاشتم یه پیچ و مهره از برنامه هسته ایران باقی بمونه، اما چاره ندارم و لذا میپذیرم. این اطمینان تا به آنجا پیش رفت که مهلت 180 روزه دولت خلف اوباما دونالد ترامپ دو سال بعد هم نتوانست تردیدی در آن ایجاد کند. Will be terminated. با این حال در بهار 97 و پایان این اولتیماتوم و خروج واشنگتن از این بدترین توافق به نظر رئیس جمهوری جدید، شاکله برنامه‌های تهران فرو ریخت. نه تنها تهران که دیگر ماندگان برجام هم در صدد چاره شدند. به موازات مذاکره و رایزنی این طرفین با آمریکا، بازگشت و اجرایی شدن تحریم اما هیچگاه متوقف نشد. تشکیل گروه اقدام ایران شرایط 12 گانه آمریکا برای ایران، بازگشت دوباره تحریم‌ها در حوزه بانک و انرژی، کمپین فشار حداکثری به صفر رساندن فروش نفت ایران، نشست ورشو، همه و همه نشان می‌دادند که آمریکا در تصمیم خود جدی است. بنابراین اروپا ناگزیر شد تا به زنده نگاه داشتن دست کم وجهه اقتصادی این توافق بسنده کند. ایران که علی‌رغم انکار برای رسیدن به پول نفت، این عمده درآمد ارزش به اروپا چشم امید دوخته بود، با این سکس معلق و پیش شرط 12 گانه اروپا به خانه اول برگشت و سازوکار تهدید را در پیش گرفت. یک روز بستن تنگه هرمز و روز دیگر اعلام افزایش درصد غنا و ذخیره اورانیوم. مذاکره با آمریکا برای ما هیچ فایده ای نداره. این یک، دوم این که ضرر داره. نه به مذاکره و تکرار آمادگی هر نوع رویارویی با به اصطلاح دشمن، از سوی دیگر سبب شد تا این ماجراجویی های جمهوری اسلامی متحدان منطقه بیشتری را با آمریکا همراه کنند. اقتصاد شکننده داخلی هم که با تحریم آشفته تر شده، بیش از پیش به فقر و بیکاری دامن زد. از این رو حکام تهران میزان بالایی از اعتماد مردم این سرمایه با ارزش اجتماعی را در این شرایط بحران از دست دادند. از آن بزرگترین دستاورد اقتصادی سیاسی دولت که 4 سال پیش دلیل شادی و امید بسیاری از مردم بود و سال گذشته در قالب برگه‌ای در مجلس آتش گرفت و سوخت، حالا پیمانی چند تکه مانده که نه ضمانت اجرایی داره و نه ماهیت بین المللی. بیماره به کما رفته ایه که به گفته تیم پزشکیش اروپا، چین و روسیه نفسهای آخر را می کشند. فیروز جابانی، اتاق خبر.